من خونه جدیدم و تا حالا ندیدم. خوشگله راحتی؟ ای دل من اصلم تولدش بود دیروز. آخه صبح عالی متعالی داریم آماده میشیم بریم باشگاه. منظورم باشگاه پایین خونه من، ولی خب whatever. دیشب من ساعت 2 پا شدم. Yes 2 صبح. بعد چشام باز بود اینجوری. آها الانم اینجا رو برداشتم. شاید صدام یه ذره بپیچه، نمیدونم میشتم یا نه. امیدوارم صدا رو عوض نکرده باشه. خونه اینور دیوار که خالیه، همه چی داره خالی میشه. Oh my god. بچه‌ها میدونم استرسمو نمیتونم بپوشونم. ولی I'm sorry. I am stressed out. دیشب ساعت 2 اینجا بودم که خب الان اگه بخوایم از اینجا وسایل ببریم، با کامیون ببریم، خودمون ببریم، اوکی اگه بخوام با اون ببرم پایین پارکینگ اجازه نمیده بیارم، اگه بخوام کاکا هم ساعت چند برم بیارم، اوکی ما اون روزی که میریم آیکیا داره وسایل رو فرداش میاره، ولی همون روز داره اینترنت میاد. بعد این I'm not okay. واسه این ورزش احساس میکنم خیلی الان کمک میکنه، چون مخم واقعا ترکیده. البته که اصلا استرس اینجوری نیست که مثلا کاری حل نشه حل میشه، یعنی مشکلی نیست، مثلا از اون نظر اینجوری نیست که وحشتناک باشه، ولی خب فقط این هفته خیلی تو همه میدونی چی میگم. So it's not great but it is what it is. سعی میکنم تا جایی که بتونم خودم رو آروم نگه دارم، ولی ساعت 2 بیدار بدم تا ساعت 4، بعد دیگه 4 خوابیدم تا ساعت 5 و نیم. anyway دیروز این بستر که میبینین اینجا، یه بسته اینجا یه دونه بسته اونجا اضافه کردم، داشتم میبستم. ببین قصدم این بود که فیلم بگیرم. guess what این خونه لامصب انقدر گرم بود. ببین دیروز داشت گریم در میومد از اینکه گرم بود، این جواب نمیداد، من حالم دیگه داشت بد میشد. بعد تو همه این حالا هی فکر کن I'm not doing well. همش اینجوری هم که It's worth it. آخرش خونه خوبه رو گرفتی سارا؟ امروز هم میتینگ دارم با منیجر ساختمون جدیدم. anyway فعلا آمادشون بریم باشگاه. الان با این نمیخواد فکر کنم. شده موز ندارم، همیشه توش ماستم میریزم، ماستم ندارم، واسه من خیلی صفر شده. باید برم الان پیش بریک کلاب، بعدش برگردم. میخواستم زودتر برم که قبل از اینکه هوا گرم شه برگردم خونه که اینجا خفه نباشه. مهم نیست، به هر حال اینجا خفه است. دو تا باکس باید ببندم چون دیروز دو تا بستم و دو تا چمدونم دارم. ببین اینجوریه برنامه. امروز 31مه، دوم موینمه، یعنی وسایل رو برمیداریم میبریم، ولی هنوز به این معنا نیست که تو این خونه زندگی نمیکنم. واسه همین چیزای اصلی رو باید نگه دارم. باید تختم بیاد که اونجا بتونم بخوابم، وگرنه کجا بخوابم؟ سو فکر کنم مثلا 4م 5م 6م هنوز نمیدونم کی موین اصلیمه. واسه همین همه چی رو نمیشه جمع کرد، ولی دیگه مثلا به نظرم وقتشه که چه میدونم ایر فرایر هم و اینا رو بزنم. ولی اینجوری هم که نه، اگه بخوام یه چیزی سرخ کنم چی نیچ مینم اینجوری هم که سارا جمع کن بره دیگه، هی نمیتونم الکی یه چیز نگه دارم. مثلا آینم رو چیز نکرم، گفتم اگه بخوام یه عکس بگیرم چی، سارا جمعش کن. برگشتم، وقتشی که لباسامو درارم، آمادشم که وسایل رو جمع کنم. وسایل قشنگ اینجا قرار بیشتر بشه، دو تا باکس اضافه کنم. با قبلش بخواستم یه چیز بهتون نشون بدم. اوکی از اونجایی که میدونین من خیلی خرید میکنم توی لباسای دست دوم، بعد ایرانیا به یه دلیلی خیلی با دست دوم، لباسای دست دوم انگار رابطه بدی دارن. نمیدونم به خاطر اینکه تو ایران جا نیافتاده یا چی، ولی خیلیا اینجا وقتی میگی لباس دست دوم اینجا آ لباس دست دوم، ام لایک
یه لباسه یارو نمیخواسته بعد داده به من. Anyway, I have no idea what's going on. فکر میکنم به خاطر اینکه متوجه نیستن که thrift shop با لباس دست دوم فرق داره. اینجوری نیست که آشغال بری بخری. لباسای قشنگ خیلی گرونه، مثلا اینجوری نیست که مفتم باشه، ولی قیمتش از مثلا استور معمولی کمتره. بعضی موقع هم بیشتره. ولی فقط به خاطر اینکه مثلا لباسی که میگیری، پیسی که میگیری یونیکه، متفاوته. واسه همینه که من اصولا میام اونجا. همین الان از پله اومدم بالا. نفسم گرفت. Anyway, این فرق داره. این یه لول ترکوندم. Okay, I know this is controversial. ولی خواستم بهتون نشون بدم. Cause I was so proud. I was like, oh my god, باورم نمیشه همچین چیز پیدا کردم. یه جایی هست. Okay, گوش بده. بغل سطل آشغالمون. Okay, مال هر طبقه یه سطل، یه قسمت سطل آشغال اینا داره. بغلش هرکی هرچی نمیخواد میذاره اونجا. اصولا چیزای خوبی توش نیست. اوکی، اصولا مثلا چه میدونم بشقاب و کاسه و از این چیزا، سه چیزی که شیکوندن اینا، گذاشتم اونجا. من خودم دوتا کتری گذاشتم اونجا به خاطر اینکه خب استفاده نمیکردم، بعد میخواستم اینو کتری جدید بگیرم، میخوام اونو گذاشتم. خلاصه که اگه کسی چیزی نمیخواد میذاره اونجا، ولی قشنگ بغل سل آشغاله. So it's a little bit weird, I know, but this time رفتم آشغالا رو بذارم دور. Let me show you what I found. اینو پیدا کردم. این هوکاه. اوکی، کفش هوکاه. اینجوری میدونی کفش دوی من هوکاه. گس وات، اینجوری بودم نمیتونم بردارم. ولی گفتم بذار سایزش رو چک کنم. سایزش 70 نیمه. گس وات، سایز منم 70 نیمه. Anyway, همون موقع انداختم شستمش تو ماشین لباسشویی، گذاشتم الان خوشه. اوکی، رنگش معلومه قدیمیه، ولی شستمش خیلی خوبه. Look at this. Anyway, امشب میپوشمش. خواستم من واسه میتینگ که زیاد راه نرم، که اگه خوب نبود خب بذارم بره. It looks beautiful. خلاصه که کفش دیز $50 رو مجانی گرفتم. It's amazing. I love it. I had to share it. اینجوری بودم که چه شانسی که سایزمون یکی باشه دقیقا. بالاخره قهوه هم تموم شد. خب قهوه های خود شده میگرفتم. اینو نمیدونم یادتونه یا نه، ماه پیش گرفتم. از شانس من الان تموم شد. وقتشه که قهوه رو گراوند کنیم ببینیم چجوری داره. آنستی من بلد نیستم تا چقدر خورد میکنی، نقدر خورد میکنی تا له له شه. یا یه دونه دیگه مونده باکس ببندم، اونا بستم، دو تا چمدون میمونه که فردا میبندم و هنوز گریه نکردم. Killing it! دو مدل قهوه دارم. Farmer's Blend و Balzac Blend. Medium Roast. بگم Medium Roast بخونم فعلا. ببینم چطوره. اوه! اصولا اینقدر دیگه قهوه نمیخورم، ولی خب کار زیاده. It's good, ولی Medium Roast واسه من یه ذره ضعیفه. But I like it. میرفتم دالاراما، بعد یکی از شماها رو دیدم و اولش نمیدونم چرا من همیشه این کار میکنم. هرکی میگه سارا انقدر صمیمانه میایین پیشم، که من جوام که اوه مای گاد، این یکیه که میشناسم و یادم رفته اسمشو. Anyway, بعدش که کلیک میکنه I'm like oh. بعد خیلی آکوردم. I am sorry guys. نمیدونم چرا اینجوریم، نمیدونم چرا، ولی هر دفعه یکی میاد پیشم و مثلا خودش رو معرفی میکنه اینا، اگه من آکوردم I'm sorry. واقعا اینجوری نیست که فکر کنی که اومدی منو ببینی من ناراحت شدم. خب من فهم قیافم شکلیه، به خاطر اینکه همونجوری که میدونین من درونگرم. اوکی، شاید آنلاین به نظر نیاد، تو واقعیت این شکلی نیستم. Anyway, she was so sweet. اومد مثلا گفتش که are you comfortable, okay, عکس بگیرم. I'm like yeah of course guys. همه خواستیم من عکس بگیرم، like please come take photo، با هم حرف بزنین. I love that. همیشه تجربه خیلی خوبی داشتم وقتی باهاتون حرف زدم، اومدین منو دیدین. فقط مثلا فکرم یکی دو بار بود که تجربه خوبی نداشتم. Honestly, کسایی که واقعا
ویدیوهای منو میبینن، کارامو دوست دارن، منو میشناسن. And that's what matters. Anyway, I love you guys. تازگی ها خیلی بیشتر همه رو توی تورنتو میبینم. نمیدونم شاید بیشتر مهاجرت کردن آدم ها یا چی، ولی قبلا انقدر زیاد نبود که مثلا هر روز بخوام یکی رو ببینم. But it is really sweet. احساس ایران بهم میده، چون توی ایران که بودم I don't know, it makes me emotional. ولی توی ایران که بودم خیلی هر روز، من روزی که از خونه پا میشدم، هر روزی که میرفتم بیرون، با اینکه اون موقع مثلا فکر کنم 30,000 نفر بودیم، میرفتم بیرون یکی رو میدیدم، همه چیش واسه من اوکی بود. مشکل من این بود که اون موقع من سیگار میکشیدم و نمیخواستم کسی ببینه. So it was like it was hard. با اینکه خونه نمیتونستم سیگار بکشم، بیرون نمیتونستم سیگار بکشم، و چیکار میکردم؟ It was annoying. ولی الان anyway 50 روز ویپ نکشیدم، خیلی به خودم افتخار میکنم. این طولانی ترینشه توی این تمام مدت. و الان که دوران سختی ها میچی میچسبه ویپ. یه بار از دوستم چند تا پوک گرفتم، یک بار توی این 50 روز. But yeah, I love you guys. احساس میکنم، نمیدونم، احساس میکنم تنها نیستم اینجا. And that is really really nice. واسه این دیوارا کامنتاتون رو خوندم، سرچ کردم آمازون چجوری درستش کنم، بعد چیز میز دادن که درستش کنم. و میدونی من تو این چیزا خوب نیستم، فردا باید این کار انجام بدم که دیوار رو درست کنم. گفتم وایسم که این آینه رو بردارم همه رو یهو با هم بزنم دیگه. یه دونه چی میگن خوب واسه اسکوترم، به خاطر اینکه این خونه جدیدی که میرم با جایی که من اینجا زندگی میکنم خیلی فاصله داره، یه معنیش اینه که با دانشگاهم خیلی دور میشه، از دوستام دور میشم، ترافیک اینجا وحشتناکه. از این ور از اسکوترم خیلی بیشتر استفاده میکنم و واسه اینکه بتونم یه جا بذارمش. We need a lock. این چنبر همونجوری که میدونین دوران سختی بوده میدونین، و آدمای خوب خیلی دورم بودن، مخصوصا بابک. هرچند هم تشکر کنم نمیدونم، اصلا همه جور پشتم بود و نمیتونم درست حسابی تشکر کنم. ولی چند ماه پیش قمقمش رو گم کرده بود، که قمقمه مثلا گرونیه نسبتاً، و خیلی دوستش داشت و اینا، همش راجبش حرف میزد. خلاصه که دوستش هم واسه یه کاری بکنم میدونیم. بعد الانم چون که دارم همش واسه وسایل خونم اینا اینجورم که نمیدونم چی کار کنم که خوب باشه و دوستش داشته باشه، یه چیز باشه که به دردش بخوره، فقط الکی نباشه. میدونم این دوست داره، واسهش قمقمه جدید گرفتم، دقیقا همونه که داشت، فقط رنگش فرق داره. امروز ببینمش برمش بدم. این چند وقت واقعا تمام آدمای دورم انقدر بهم کمک کردن از همه نظر، احساس این نکردم که خودمم تو این راه، فقط میدونم که همه پشتمم، میدونم شماها پشتمین، انقدر ساپورتم کردین. It's been amazing. میدونی؟ yeah. وقتش که بریم آماده شیم که بریم سر میتینگ خونه جدید. دارم از خستگی میمیرم، واقعا دیگه هیچ انرژی واسه هم نمیده. اصلا واسه همین میخوام آرایش کنم جام، که قیافم خیلی داغونه. نمیدونم بهتون گفتم یا نه، فکر نمی کنم گفته باشم، من خونه جدیدم و تا حالا ندیدم، یعنی حتی توش نرفتم که بگیرمش. اپلیکیشنشو فرستادم، من آنلاین اپلیکیشنشو فرستادم. و میدونم این به نظر خیلی احمقانه میاد واسه خیلیاتون، واسه من با عقلم جور در میومد که بخوام بگیرم بدون اینکه خود ساختمون و آپارتمان رو ببینم. سال پیش وقتی که دورانی بود که نمیتونستم دیگه پول اینجا رو بدم، میخواستم دنبال این بگردم که با یه همخونه خونه بگیرم، و این خونه رو پیدا کردم. بعدش که با همخونه‌مو که نشد، تصمیم گرفتم که بخوام استودیو اپلای کنم واسه این ساختمونی که الان خونم گرفتم. قیمتش بالا بود، میدونی قیمتش از اینجا بالاتر، واسه هم سخت میشه. با کلی بدبختی اپلای کردم و نگرفتمش، ردم کردن. انقدر ناراحت شدم، و من از اون موقع، از همون روزی که ردم کردم، با اینکه دیگه اینجا رو گرفتم و داستانم اوکی شد و اینا، من هر روز صبح قیمت خونه رو اونجا چک میکردم، به خاطر اینکه این ساختمونش اینجوریه که با قیمت مارکت عوض میشه، یعنی اگه مارکت بره بالا قیمت اینجا هم میره بالا. خلاصه که من هر روز چک کردم، با اینکه قرار نبود جایی برم، قرار نبود از این خونه برم،
فقط دوستش داشتم، خونه مورد علاقم بود و اینجا بودم که یه روزی and here we are. ببین اصلا نمیدونم، انگار احساس میکنم دارم جدی دارم میگم، اصلا یک سال گذشت و خب شرایطم الان بهتره، میدونی کارم خیلی بهتره و تونستم به جایی که اصلا واسه استودیو اپلای کنم، واسه یه خواب اپلای کنم بزنم به تخت، همه چی داره خیلی خوب پیش میره. ببین نمیتونم بگم خوشحالم، به خاطر اینکه نه تنها خوشحالی like yeah of course خوشحالم، ولی احساس میکنم جا افتادم، یعنی کاملم، you know what I'm saying. یه بچه ها فردا کلیدو میگیرم و خونه رو بهتون نشون میدم، خیلی خیلی هیجان زدم.